من اگر که موافقی در حد 3 دقیقه یه خلاصه ای از اینکه اصلا داستان تاریخ بگو بگو تو این کتاب چی بود بگم که یه تصویری داشته باشیم. بفهم. سلجوقیان ظاهر میشن، سلجوق که رهبر قومه 4 تا پسر داره، اسرائیل یا ارسلان که پدر قتلمشه، میکائیل که بابای این دوتا چغری و طغرله، اصل کاریان اینا، یوسف سومیه که پدر اون ابراهیم بناله، در واقع ابراهیم بناله هم برادر طغرله هم پسر عموشه، یعنی عموش مامانشو گرفته و این جزء این مهمه به این دلیل که یکی از دلایلی که هی نمیخواست طغرل زن بده دختر بده عزم میخوام خلیفه دختر بده یا خواهر بده به طغرل همین بود که میگفتن این حرام زادن اینا ماجراهای یعنی آره شیوه ازدواج ها و اصلا جالب بدونید که این مادری که میکائیل میمیره و بعد یوسف باش با زنش ازدواج میکنه و ابراهیم رو دنیا میاره، ابراهیم بنات که کشته شد و خود مادر اینها هم عمه باباها بوده. علت اهمیت طغرل به نسبت چغری هم همینه که مادرش هم از نسل سلجوق بوده ولی چغری اینجوری نبوده. این نکته مثبت براش حساب میشده؟ تو قومشون بله. آه چه جالب. آره. یعنی پدر و مادر هر دو از نسل رهبر قوم بودن. ولی خب یه دونه نکته دیگه هم داره دیگه که عمش بوده، عمه پدرش بوده، یعنی پدر با عمش ازدواج کرده. آره دیگه پدرش با عمش ازدواج کرده به همین دلیل. آره به همین دلیل هم خب اینا رو این جزء داستانایی که خیلی توی ارتباط با ترکا خلافت و ترکا این مشکل همیشه داشته که قصه پشت سرشون که مادر بزرگ این همون مثلا خاله بابایه بوده، از این داستانا زیاد داشتن اینا. آقا یه بار دیگه خلاصه چیزو به ظروف مرتبط تر چی شد؟ بله 4 تا پسر داره سلجوق، اسرائیل که همون بود که کشته شد. خب یعنی اوورد محمود اووردش رو فرستادش به کالنجر، قلعه کالنجر و 7 سال اونجا مون تا در نهایت مرد. خب پسر دوم میکائیله که فرزندانش چغری معروفاشون چغری و طغرلن. میکائیل خیلی زود میمیره و چغریبک و طغرل رو اصلا سلجوق بزرگ میکنه. با بزرگ. بعد از اینکه پدر میکائیل میمیره، عموی این چغری اینا، یعنی طبق رسم خاندان که این رسم رو دوباره هم خواهیم دید، یوسف یا یونس این دو اسم داره. یوسف میاد زن مرحوم میکائیل رو میگیره و ابراهیم ینال رو به دنیا میاره. این ابراهیم ینال که برادر مادری طغرله پسر عموش هم هست. آها آره و چهارمی هم موسی بوده که خب انقدر کوچیک بوده همسن این طغرلینا بوده یکم بزرگتر بوده که معروف به یبغو کلان به همین دلیل دیگه، چون تنها کسی که از نسل اون 4 برادر مونده بوده و سالیان سال هم میمونه. این تا اینجا محمود به هر حال میگه اسرائیل رو میاره و میفرسته و میکشه. عرضم به خدمتتون که بعد این برادرهای سلجوقی از محمود میخوان که بیان برای چرای احشامشون این ور سمت نسا و بابرد و عبیبرد و اینا. این مهمه، میان مرز فعلی ترکمنستان در واقع در دشتهای شمال کوههای 1000 مسجد. محمود هم قبول میکنه. این داستان 5 سال قبل از مرگ محموده. تا محمود زنده است جز اطاعت از آل سلجوق نمیبینه. محمود که میمیره سلجوقی ها از امید نیشابور درخواست میکنن، میگن احشام ما زیاد شده، میشه بیایم اونور سمت شما، بیایم نیشابور، که معنیش چیه؟ یعنی از رشته کوههای 1000 مسجد بگذریم بیایم تا مرز رشته کوه بینالود، چون محل چرا در واقع مرزهای طبیعیش کوها بوده دیگه، هی دارن اینا پیشروی میکنن. امید نیشابور سلطان مسعود رو خبر میکنه، اون گرگان بوده، خیس بودن، نمیدونم بهار ناخورده بودن فلان. در نهایت بخشی از سپاه به فرمانده اون بکتقدی میرن به جنگ سلجوقی‌ها در همون حوالی نسا، حالا سال 426، 5 سال بعد از مرگ محمود، و به روایت راعد و صدور با اینکه سلجوقی‌ها آماده نیستن به رهبری چغریبک پیروز میشن و میگه 100,000 دینار 10 میلیون دینار مال و احشام از سپاه شکست خورده به چنگ میارن. با وجود این پیروزی در نبرد با بکتقدی، سلجوقی ها با مسعود مصالحه میکنن و سه بزرگشون موسی، طغرل و چغریبک هر کدوم یه تیکه زمین میگیرن، یکی دور نسا، یکی دور دهی فلان، و قول میدن مطیع مسعود بمونن و چشم جای دیگه نداشته باشن. مسعود میره هند، اون چیزشو ادا میکنه، نذرشو ادا میکنه،
برمیگرده ابوالفضل سوری رو میفرسته به جنگ با سلجوقی‌ها که در مقابل سپاه طغرل شکست وحشتناکی میخوره در سرخس. حالا سال 429 چند روز بعد از این جنگ ابراهیم ینال با نامه‌نگاری و دیپلماسی مردم نیشابور رو ترغیب به تسلیم میکنه. بزرگ هنفی‌های نیشابور موافقت میکنه، میرن به نام طغرل خطبه میخونن. چند روز بعدش هم طغرل در بین استقبال بزرگان میره به شهر و در کاخ شادیاخ، کاخ عبدالله ابن طاهر و بعد مسعود، تاج بر سر میگذاره. تو همین نیشابوره که طغرل سراغ فارسی عربیدان خوب میگرده و امیرالملک کندوری رو بهش پیشنهاد میکنه. یک سال و اندی بعد از تاجگذاری طغرل در شادیاخ، مسعود به قصد تارمار سلجوقی‌ها به قد میاد. بهار سال 431، جالب، دوم خرداد، به خرداد پر از حادثه عادت داریم، با پیروزی سلجوقی‌ها بر مسعود دیگه خراسان کلا میفته دست سلجوقیان و غزنویان از بین میرن. این نبرد دندانقانه. اون موقع هم شکست خوردیم دوم خوردن. و بعدها خبر این ظهور قدرت جدید در سرزمین‌های اسلامی و همه جا از جمله خلافت دیگه سفت میرسه، میفهمن باید روشون حساب کنن. نامه‌نگاری با خلیفه پنهان و آشکار شروع میشه. به قاعده بیابانگردی سلجوقیا که متفاوته با قاعده حکومت مطلقه در فلات ایران، بزرگان سلجوقی ممالک مختلفو تقسیم میکنن بین خودشون. این مسئله ای که طغرل یواش یواش میفهمه که نباید بهش تن بده، هنوز نمیدونه اصلا مغولا. تنها برادر مانده از اون نسل میکائیل و اسرائیل، یعنی موسی یبغو کلان، میره سمت سیستان و خراسان، جنوب خراسان و سیستان. چغری که از نظر سنی بزرگتر از طغرل مرو رو پایتخت میکنه و در خراسان میمونه. طغرل میاد ری رو میگیره، اونجا رو پایتخت میکنه. یه عده‌ای هم قاوودم که از اون قاوودیان یا سلجوقیان کرمانن، میره کرمان رو میگیره از آل بویه. یه عده دیگه هم حالا این برانبر رو از طرف طغرل میگیرن، کاری نداریم. آلپرسلان در این مدت کنار طغرله. یه لحظه بخشید، من همش منتظر بودم تو دوباره توضیح بدی اون عمه که با بابا بزرگه که ازدواج کرد اونو نگفتی دوباره. اونو خیلی زود، اصلا بچه‌ام هنوز این طغرل اینا که این اتفاق میفته. آها توضیح دقیق شیوهش رو میخوای بفرمایید؟ چشم، میگم. آها خب حالا باشه. مغولا هم چیز داشتن دیگه، ازدواج با محارم داشتن. بله، مثل یعنی قبایل دیگه که در مورد شوری رو میگن. آره نه، من فقط بخوام الان چیزی که من میس کردم و سوالم این بود، این بود که این چغری بود که پدر بزرگش با عمش ازدواج کرده بود. چغری و طغرل برادرن از یک پدر میخائیل، ولی از دو مادرن. آه فهمیدم. چغری بزرگتره ولی از زن کم اهمیت تریه. طغرل کوچیکتره ولی از عمه باباشه. بنابراین پدر و مادرش هر دو از نسل رهبران یبغوها هستن. اون چیزی که میگن که آقا با عمه میشه ازدواج کرد. این هم ازدواج و محارم در بین اینا هم وجود داشته. میدونیم که مثلا قبل از موسی در بین بنی اسرائیل هم این هست. موسی ممنوعش میکنه. آره حالا حمیدم یه نکته‌ای داشتم، بگو جان. این شادیاخ اسم قبلی نیشابور هم بوده. ببین اسم قبلی نیشابور نیست، در واقع داستان اینجوری، بعداً اطلاق خاص به عام میشه. شادیاخ همون کاخیه که باغ و کاخیه که عبدالله پسر طاهر بعد از اینکه طاهر رو میکشه خلیفه و عبدالله رو نوازش میکنه اونجا رو میسازه و محله ثروتمندا میشه و بعد به کل هم اطلاق میشه. کاخیه که همه توش بودن تا وقتی مغولا میان نابودش میکنن. بعدم چند وقت بعد مغولا، شاید 10 سال بعد 20 سال بعدش هم یه زلزله میاد که کل اون نیشابور رو با خاک یکسان میکنه. امیرحسین هم جریان عمه میگه اون عمه رو بگو، یه کاریکاتوری مجله توفیق داشت، دختر پیش قاضی بود، قاضی بهش میگفت که اون جایی که از اون جایی که پسره بهت گفت بیا بریم بالا با مامان آشنات کنم، دوباره جز به جز برام توضیح بده. جالبه. خب بگو، ببخشید، آلبرسلان چی بود؟ در همه این قسمت هایی که هر کی رفته یه گوشه رو بگیره و این بزرگان سلجوقی تقسیم شدن، مثلا نزدیکان طغرل، کسایی که همراه طغرل رفتن، مثلا امیر یاقوتی پسر دیگه چغری، یعنی برادر آلپرسلان، قتلمش پسر اسرائیل، پسرموی اینا که میشه جد
سلجوقیان روم یا کسای دیگه، همین ابراهیم ینال، اینا همراه طغرل اومدن و هر کدوم میرن یه جایی رو میگیرن، یکی میره آذربایجان و زنجان، یکی میره چیز گرگان و دامغان و اینا، یکی میره همدان. آلپ ارسلان چسبیده است به طغرل، به نظر میاد به این دلیل، به نظر میاد که طغرل داره آمادهش میکنه، یعنی اون موقع تصمیم داشته که آلپ ارسلان جانشینش باشه با توجه به اینکه فرزندی نداشته و سنش داشته زیاد میشده. اوکی. آره، به نظر میاد اون موقع تصمیمش این بود، هرچند بعد عوض میشه خواهیم دید. در این مدت رابطه تاریخ بیهقی اصلا به این نقطه ضعف های آل سلجوق هیچ اشاره ای نمی کرد، با اینکه احتمالا خبر نداشته چون خیلی هم بدش می اومدد. خب نرسیده که به همه این، نه یعنی ابراهیم ینال که بودش اون موقع، آره اون اوائلش بود، ولی خب دیگه که نیشابور اون فتح کردی، آره آره اوناش که بود. آره. اتحالا یه چیز در مورد ابراهیم ینال که بگم، من تو هیچ منبع فارسی اینو ندیدم ولی در منابع ترکی هست و حتما از منابع فارسی و عربی کمک گرفتن قطعا. به هر حال رابطه پنهانی خلیفه و طغرل، آره درستش میکنم، آره ببخشید. خب یه خودم بخونیم تکست رو وقتی که اون، آره دیگه چیز میشه دیگه، اینا میرن چیزم بغداد هم از آن خود میکنن و اتفاقایی که دفعه پیش افتاد دیگه، یعنی هیچ حرفی از گذشته نمون. تا اینجا رسیدیم که هر که تدبیر کرد پیش از کار، گلش از خار جست و میز خمار. اینا رفتن که خواهر یا دختر خلیفه رو بدن به طغرل و معزون بودن بردنش تبریز، درسته؟ بله بله، دارم میرم به سمت تبریز. و معزون بودن بر مهر 400 درم نقره و 1 دینار زر، مهر سیدت النساء فاطمه زهرا علیها السلام. و چون مهد سیده به تبریز رسید، شهر آذین بستند و نثارهای فراوان کردند و قاضی القضات بغداد خطبه نکاح بخواند. ذالک یوم مجموع له الناس و ذالک یوم مشهود. این تیکه‌ای که آورده آیه قرآن از قسمتی که داره درباره آخرت و اینا صحبت میکنه، ظاهرش اینه که احمقانه است ولی نکته داره، به این دلیل که روز جمعه بوده و یومون مشهود یعنی معنی ثانویش جمعه است، در روز جمعه این اتفاق میافته. آنگاه سلطان از تبریز سوی ری رفت تا زفاف به دارالملک باشد. اندک مای رنج بر وی مستولی شد، به قصران بیرونی به در ری، به دیه تجرشت از جهت خنکی هوا نزول فرمود. همون تجریش، چه حرارت هوا به غایت بود. جان این تجرشت یا ترشت؟ نه تجرشت، همون تجریشی که الان میگی. از جهت خنکی هوا نزول فرمود، چه حرارت هوا به غایت بود، رعاف بر او مستولی شد، خون دماغ شد و به هیچ دارو امساک نپذیرفت تا قوت ساقط شد و از دنیا برفت در رمضان سنه 55. آقا یه نکته ای، حالا خیلی هم مهم نیست، من فکر میکنم از تبریز که میای به سمت ری به ترشت میرسی و نه به تجریش. نمیدونم حالا، چون توی سلجوقنامه هم همین تجرشته، یعنی حالا اگه اونم اشتباه نوشته اینم از رو دست نمیدونم. اشتباه نوشته تجرشت به ترشت نزدیکتر تا به تجریش. البته میگه از جهت خنکی هوا به تجریش بیشتر میخوره. خب تجریشت هم خنکی، اون موقع هم ترشت خنک بود، همش درخت آقای ترشت دیگه. دهانه بگو. ببین اگر که کلمه تجرشت باشه، یعنی اگه کلمه تجرشت صحیح باشه چیزه، تجرشت رو در فرهنگ ها هم تجریش نوشتن. من فقط سوالم اینه که ترشتم آیا اینقدر قدیمیه؟ نمیدونم که مثلا تجرش تر تو مطمئن بودی که تجریش اینقدر قدیمیه؟ نه یعنی از رو اینه که واقعا اینا محله هایی که در اون زمان وجود داشتن به این طور، که من فکر میکردم ترشت اینقدر قدیمی نباشه. نه دیگه ترشت اسم دهکده است. ده آره یه ده ترشت و همون جایی که ما زندگیمونو گذرونیم. آره خب، ولی حالا نوعی هم نکته بود، خواستیم بگیم که مثلا ما هم
همش رو میشناسیم. خب آره ادامه بدید لطفا. چشم. و سیده را همچنان با مهر یا مهد با بغداد بردن. کلون یجری من عمرهی الى قایتن تنتهی الیها مدت و عجله و تنتوی علیها صحیفت و عمله فزد فی حسنات که ونقص من سیئات که قبل ان تستوفی مدت العجل و تقصر ان زیادت فی سعی والعمل. معنیشو در ادامه میخونیم. همه را قوت هست در عالم، قوت مرگ است بچه آدم. شعر درخشان جان. شعر از کیه؟ از استاد دیگه، خودش لابد دیگه. از استاد. اون بالا قبل از تجرش قصران بیرونی یعنی چی؟ دو تا قصران داریم دیگه، اون نزدیک ری، ری قدیم، قصران خارج و قصران داخل. دو تا ده بودن که به دو قصرانین هم میگفتن. جالب هم هست که به اسم قصران بیرونی گفته چون قصران خارج ثبت شده. ده خدا هم همین چیزی که سامان میگه رو نوشته و شاهد مثال هم همین متن راحت و صدوره. بسیار هر بنی آدمی را غایت عمریست که بدان اجل کشد و صحیفه عملش در آن برسد. باید که در حسنات افزاید و سیئات بکاهد پیش از آن که مدت اجل برسد و از سعی در عمل بازماند. چون این است رسم سرای فرید، فرازش بلند است و پستش نشید. چه بندی دلن در سرای فسوس، که ناگه به گوش آید آوای کوس. خروشی براور که بر بند رخت، نبینی جز از تخته گور تخت. که بر بند خروشی براور. بله بله چی رو واقعا چی بود من خوندم؟ آخه یه شوخی میکردم باش. خروشی براور که بر بند رخت، نبینی جز از تخته گور تخت. بعد از این که آقای چیز خوند شاهنامه، آقای فراستی دیگه هر جور بخونیم اشکالی نه. خسته شدیم. به کس بر نماند جهان جاودان، نه بر تاجدار و نه بر موبدان. روانت گر از آز فرتوت نیست، تو را جای جز تنگ تابوت نیست. ز هفتاد بر نگذرد بس کسی، ز دوران چرخ آزمودم بسی. وگر بگذرد آن همه بدتریست، بران زندگانی بباید گریست. روان تو دارنده روشن کناد، خرد پیش چشم تو جوشن کناد. ملک تعالی مملکت عراق و خراسان و جملگی بسیط جهان از در روم تا اقصا حدود ترکستان و هند و سیستان و سر تا سر اقالیم عالم و جملگی رعایای بنی آدم را در تحت فرمان و ضبط بندگان خداوند عالم سلطان اعظم کناد. و مثال پادشاه بنی آدم شاهنشاه معظم مالک رقاب الامم مولى العرب والعجم سلطان السلاطین المؤید و به تأیید رب العالمین الواثق. میگم اینو بیخیالشو بریم قسمت فارسیش. بله این به هر حال اینایی که داره میگه همه کیان؟ ابوالفتح کیخسرو ابن سلطان قلج ارسلان اعلی الله کلمته و نصر و جنده و و الویته و بسط ملکه و دولته. در اقطار آفاق خصوصا مملکت خراسان و عراق نافذ و سایر با و دولت ملک شاه و برکیارق و محمد و محمود و طغرل و مسعود نمودار این دولت. جالبه این کسایی رو نام میبره که بالای 10 سال پادشاهی کردن از این جماعت، بقیه رو اسمی نمیبره. و از حجاب این سلطنت با و آن چیشان را در عمر روی نمود و به واسطه مرور ایام بکشود از نفاذ فرمان و گرفتن جهان، این پادشاه نیکوخواه کیخسرو شاه را هر لمحه میسر و هر لحظه مقرر باد و جهان در قبضه اقتدار این جهاندار کامگار و شهریار روزگار رامتر از کبک در چنگل باز و روبه در پیش گراز با. و هر روز فتح اقلیمی و کسر عظیمی از ملوک جهان و پادشاهان این زمان
پیشه شمشیر بران و گرز گران این پادشاه فیروز کیخسرو بهروز باد و این دولت تا قیامت بماناد و تا چرخ دوار را مانع از مدار نباشد و لشکر اختر منیر بر چرخ مسیر یابد آسمان را در بد و نیک مشار درگاه است باد و اختران را در کم و بیش مشیر فرمانت باد و عشق بدخواهان و حاسدان از دور آسمان برسان بقم و روی دشمنان از جور اختران برسان زریر. بقم هم که اون چوبه داره میگه بدخواهان و حاسدان چشمشون خون باشه، بقم رنگش سرخه، چوبه سرخ رنگه، همونطوری که زریر چوبه زرد رنگه، زرد چوبه است. زریر یعنی زرچوبه؟ فکر میکنم این چهره چون زریر رو خیلی فردوسی زیاد میگه و فکر میکنم که زرچوبه هم هست. به هر حال چوبیه که ازش رنگ زرد برای رنگرزی هم میگرفتن، همونطوری که بقم یا بقم رو سرخ میگرفتن. جالبه این دو بیتی که بعد هست در واقع قبلش، حالا میخونم ببینید. چشمشان از آب حسرت همچو قار، رویشان از گرد مهنت همچو قیر، قدشان از بس حوادث همچو چنگ، نالشان از بس نوایب همچو زیر. این در واقع یک شعری از انوریه که یکی از ابیاتش هم همون تیکهیه که به شکل نثر آورده، یعنی اون جایی که خوندیم با مزده است. اصل شعر اینه: عشق بدخواه حدز دور آسمان همچون بقم، روی بدگویت جور اختران همچون زریر. و آره، ولی باز یه فعولون کم کرده از این شعر و نوشته، کار جالبی کرده چون از این شعر باز استفاده میکنه. همچون رو کرده برسان، اون چشمشان از آب حسرت همچو قار چیه؟ هست چشم این دائم سفید از آب حسرت همچو قار، روی آن دائم سیاه از دور مهنت همچو قیر. یه دونه فعولان کم کرده به خاطر اینکه زیاد از این شعر در ادامه استفاده کرده، خواسته در نیاد که از یه شعره. و تا آیین زمین آرام است و تا طبیعت زمان و دور آسمان گردش، از دور زمان آسمان سلطان جهان را دعای بخیر بار و از طبع زمین نصیبه شاه آمین. یمن و یسری که زمین و زمان دارد، بر یسار و یمین پادشاه قیاس الدین بندوار فرمان بردار بار. بخشستان در پیراسی و انتحال بوی سبقت از دکتر کردان و دکتر افتکار رو بوده بابا. یعنی برداشته شعر رو توش دست برده که ملت نفهمن مثلا چیز کرده. آره آره، من خیلی منتظر بودم امروز که میخوندم، خیلی منتظر بودم به یه متن یه تیکه خیلی درخشان درباره مرگ طغرل داره سلجوقنامه، منتظر بودم به اون برسم. حالا شاید البته جای دیگه ای دیده باشی و وقتی نرسید اصلا انگار منتظر بودم که خب اون تیکه ای که قشنگه رو نذاشته دیگه، به جاش پنج خط مت خسرو از خودش مت عربی داره. آره آه. حالا این فرصت که این دو دقیقه اونو براتون خواهم خون چون خیلی دلانگیزه به نظر من. مرسی منم خواستم خواهش کنم که بله. یمن و یسری خجستگی، نمیدونم یسری بی‌نیازی، که زمین و زمان دارد، بر یسار و یمین پادشاه قیاس الدین بندوار فرمان بردار باد و جهانیان را دعای آن پادشاه که سایه الله است، از مه تا لحد بهترین غذا و نیکوترین کاری باد. و چنانک دعاگوی دولت از ایام طفلی تا مدت کهلی بدین درگاه نارسیده و این بارگاه نادیده، با زلف و طره پرچم و سباحت قره شیر علم شاهنشاه قیاس الدین عشقا ورزید و وظایف دعا و ثنا گزید. میگه من از بچگی تا حالا میان سالی اینجا نبودم، ندیده بودم، ولی نادیده با زلف و طره پرچم و سباحت قره شیر علم شاهنشاه حال کردم در دوری، همینجوری که دور بودم. آیندگان هم میدونم خودشون که پرچم ربطی به علم نداره، اون دم است، اون همون یکی از دم میسازن و مثل زلف و تره است. سباحت قره شیر یعنی چی؟
قره همون قره زیبایی قرش شیر اون علم. اوکی شیر علم. اوکی اون پرچم هم که همون پرچم میشه دیگه، یعنی اون مویی که آویزون بوده از پایین بیرق. عشق این خدمت من، این باز ببین همون بیت ادامه اون شعر بالاییه، عشق این خدمت مرا تا حشر شد همراه جان، زان که آمد ز ابتدا در گوهرم همراه شیر. سجدگاه ملوک بارگاه این پادشاه با، و طاعت رهابین رهبانان بوسیدن آستین، و خاک زمین شهریار باد به محمدن و آله. این قصیده مؤلف کتاب در مدح شاه خلد الله ملکه گفت. فوق العاده است، ولی من احساس میکنم این شعر واقعا باید علی زحمت بکشه بخونه، چون خیلی خیلی به صدات میاد. هی هی من با صدای تو خلاصه میشنیدم. حالا یه ذره میخونم، ولی اگه تو محبت کنی سادم هست، به نظرم لذتش بیشتر. زهی صاحب قران هفت کشور، کمینه بندت خورشید انور، خورشید انور چو رایت رایت افرازد، بود مهر به سان ذره در دریای اخضر. نه کافی بود مثلت در کفایت، ظاهرا آدم است این کافی بوده، نه کافی بود مثلت در کفایت، نه شد جود تو حاتم را میسر. نزان تومار عهد آل سلجوق، محقق سلس جاهت نمقرر. فان شاهی که چون تو کامگاری، به دوران درد نبیند چشم اختر. کمینه بند فرمانیست شاه ها، تو را بر چرخ گردان سعد اکبر. ندایت کرد خورشید شهنشاه، که جاویدان بمان تا روز محشر. سرفرازی هنرمندی جوادی، که از دوران گرفت و هر مرادی. اینجا بی نظیر. به تو نازد جهان الحمدلله، توی صاحب قران الحمدلله. ندایت جبرئیل از صدره کرده است، صدرت المنتها، که جاویدان بمان الحمدلله. از آن غم نیستد تا عالمی راه، بداری شادمان الحمدلله. گمانم بود بگذشتن ز گردون، ز شه دیدم عیان الحمدلله. چو در ایام سلطان شادمان است دل پیر و جوان الحمدلله. نمردم تا بدیدم زنده بردار، عدویت را مکان الحمدلله. چو شد آن کس که بدخواه تو باشد به کام دشمنان الحمدلله. بزرگی و جلالت از هنر یافت، که رایش روشنی ماه و خر یافت. اینم هنر استاد. زهی چاه جهان سلطان آفاق، به دست تو کلید بند ارزاق. قیاس الدین سلطان جوانبخت، که آمد جفت شادی و از غمان تاق. خداوند جهان سلطان مقبل، که دولت با جنابت بست میثاق. درمن از دولتت فقفور و خاقان، به خسب از نعمتت تمقاج و قفچاق. تمقاج در غرب چین، قفچاق هم که همین دشت قفچاقیه که کل سرزمین ترکستان شمال دریای خزر. به روزی دخل بحر و کان بدادن، بر جودت نباشد آنچنان شاق. به بحر و کان در آب زر و گوهر، همی قواس جودت راست تا ساق. یعنی خیلی شما جودت زیاده تا ساقه، و شعر زیبایی خیلی. جهانت با دائم بند فرمان، تو را اقبال تایه در عدو آق. یعنی اقبال برای تو تایه باشه، برای عدود آق کنه، نافرمان باشه. ندیده چشم دوران در صد و اند، که مثلت مادری را زاد فرزند. همیدون جاودانه شادمان باد، مطیع رای او دور جهان باد. فلک با تبلک خورشید جاوید، به بام قصر جاهت پاسبان باد. به پیشت نصرت و تایید و اقبال، یکایک چاکری بسته میان باد. ز صد پایه که هست از رفعت تو، نخستین پایه هفت آسمان باد.
غیاث‌الدین عادل تا جهان است به هفت اقلیم در سلطان نشان باب. همیشه صبحه کروبیان است که سلطان تا ابد فرمان روان باد. هر آن کو حاسد و بدخواه شاه است قرین قصه و از غم ناتوان باد. بمان تا جاودان سلطان عالم همایون طلعت و پیروز و خرم. من اول دبیرستان شعرام اینجوری بود قشنگ. آره ولی واسه اینکه حالتون خوب شد دو دقیقه من وقت میخوام ازتون. آره سلجوقنامه رو اون تیکه رو بخون. بخون. دیگه الان چیز بود مثل این آجره هستش که یه جوکی هست میگن یه کسی نشسته بود آجر میزد تو سرش. میشون چرا اینو میزنن تو سر؟ واقعا وقتی نمیزنم یک حالی میده. این راحت و سرم واقعا اینجوریه. آره یه وقتی نمیخونی خیلی حالی. اینم یه حسیه دیگه. افتادیم توش دیگه. مهرداد دست ما رو بند کرد. گفت گفت راحت و صدور به خوبی گفتیم باشه. من نخونده بودم راستش چیز سلجوق نامه رو. نسخه ای که داشتم ناقص بود و فهمیدم که پی دی اف هست. همین چند وقت پیش گرفتم و مقدمش رو خوندم. درباره دزدی های آقای راوندی نه فقط ظاهرا سلجوق نامه هم نیست، از رساله شطرنج و شراب هم دزدیده. از کیه؟ نمیدونم حتی اصلش رو من پیدا نکردم. آها. ولی اون نویسنده مقدمه اینجوری نوشته. ولی جالب بهت بگم که آقای ملک و شعرهای بهار به دلایل خیلی تعریف میکنه از راحت و صدور. آره دیدم آره. سلجوق نامه رو اگه پی دی افش رو بفرستی ممنون میشه. دلایلی هم گفته میگه راستش رو بخوای چون مقایسه میکنه با آره. مقایسه میکنه با کلیله و دمنه، میگه از اون پخته تره یه جاهایی نصرش که من حرفی ندارم اینجا سکوت. آقا میخواید اون چپترهای بهار رو در مورد متونی که میخونیم و میخواید من خلاصه کنم بهتون بگم؟ خیلی عالی. اولین فرصت. اون متونی هم که قبلا خوندیم هم همینطور بیهقی، کلیله و دمنه، ناصر خسرو، اینا ببینیم بهار چی گفته. بله. خب من یه نکته اول بگم. اومدم پیدا کنم این متن رو که برای شما بخونم، چشم به یادداشتی افتاد که برداشته بودم از 10 صفحه قبل از اون تیکه. یه عبارتی به کار برده خیلی دلانگیزه درباره افزایش جمعیت و اتباع و اشباع سلجوقیا که هی زیاد میشن. میگه هر روز اتباع و اشباع ایشان چون تضاعیف بیوت شطرنج در ازدیاد و ارتفاع بود. این ترکیب ریاضی رو میشناخته. آره خیلی جالبه چون این عبارتیه. آره یعنی نمایی زیاد شدن رو توانی زیاد شدن رو خیلی دلانگیز گفته. بله جالب. آره حالا این تیکه ای که سلجوق در واقع طغرل میمیره میگه که به در شهر ری به دیه تجرش که خانه او بود بمرد مدت ملکش 26 سال. طغرلبک به خواب دیده بود که او را به آسمان بردند و پرسیدند که چه میخواهی؟ گفت عمر دراز. گفتند تو را 70 سال عمر است. چون سن به 70 رسید در حالت بیماری با ارکان دولت گفته بود که مثل مردم بیمار همچون حال گوسفند است که دستها و پاهای او میبندند تا پشم او ببرند. گوسفند پندارد که او را خواهند کشتن. اضطراب نماید. چون بکشایند شاد شود و تا چند کرت این معنی او را عادت شود تا ناگاه یک بارش ببندند و بکشند. حال این بیماری من چون دست بستن آخر است. چه جالب.